فصل تازه ای از فشار حد اکثری علیه ایران. ترامپ همه تحریم های سازمان ملل را برمیگرداند. اروپایی ها میگویند همراه نخواهد شد. روحانی آن را پیروزی برای ملت ایران خوانده. مردم ایران میگویند بس است این همه پیروزی دلمان را زده. موج کرونا در جهان. اسرائیل برای بار دوم در قرنطینه کامل. فرانسه شاهد رکورد بیشترین موارد ابتلا و سونامی آن در ایران، کشوری که همه جایش قرمز اعلام شده و 166 نفر در یک شبانه روز جان باختند. جوهر خبر مرگ یکی از قضات لیبرال دیوان عالی آمریکا خشک نشده. ترامپ از سنا خواسته به نامزدی که معرفی می‌کند بیدرنگ رأی بدهد. برباد رفتن آخرین آرزوی روت گینزبرگ که جانشینش را رئیس جمهوری بعدی انتخاب کند. و سفری 11 ساعته به یکی از مرتفع‌ترین مناطق جهان همراه با خبرنگارمان در پامیر تاجیکستان. این شنبه است در امروز. سلام. آمریکا به تهدیدش عمل می‌کند و از نیمه شب همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره اجرایی می‌کند. گرچه در این اقدام کاخ سفید تنهاست. متحدان اروپاییش مشخصاً بریتانیا، فرانسه و آلمان که در برجام مانده‌اند می‌گویند تعلیق تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. اما وجد و شادی رئیس جمهوری ایران هم چندان موردی ندارد و بیشتر برای مصرف داخلی است. حسن روحانی شکست واشنگتن در این کارزار دیپلماتیک را یک پیروزی توصیف کرده بود. مجتبی پور محسن گزارش میده. یک شنبه تکلیف این دعوا مشخص خواهد شد. با اجرای مکانیسم ماشه، حداقل به روایت دونالد ترامپ. اما سه قدرت اروپایی شریک برجام میگویند تحریم‌های تعلیق شده بر نمی‌گردد. آنها با حکومت ایران همصدا هستند که چون آمریکا از برجام خارج شده، عملاً حق دخالت در برجام را از خود گرفته. اما مرغ آمریکا همچنان یک پا دارد. تنها اقدام درست دولت اوباما این بود که بندی را در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل گنجاند که بر اساس آن هر یک از کشورهایی که اسمشان در این قطعنامه آمده حق دارند همه تحریم‌های تعلیق شده شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران را بازگردانند و این همان کاری است که ما می‌کنیم. بر اساس برجام، هرگاه ایران زیر تعهداتش در توافق هسته‌ای بزند، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل باز خواهد گشت. تحریم‌هایی که با قطعنامه 2231 تعلیق شده بود. آمریکا 2.5 سال قبل از برجام خارج شد، اما از چند ماه پیش پاپه یکی از بندهای آن شده. بر اساس توافق هسته‌ای، تحریم‌های تسلیحاتی ایران کمتر از یک ماه دیگر لغو خواهد شد. آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین دولت حامی تروریسم می‌داند و می‌گوید دست چنین دولتی نباید به اسلحه برسد. بر همین اساس دولت ترامپ قطعنامه‌ای برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران به شورای امنیت برد. اما وقتی به جایی نرسید، خواستار برگرداندن همه تحریم‌ها شد. یعنی فعال شدن مکانیسم ماشه. فعلا ایران و قدرت‌های اروپایی در یک هدف مشترکند. چشم انتظار 3 نوامبر تا بلکه جو بایدن در انتخابات آمریکا پیروز شود و آنطور که خودش گفته آمریکا را به برجام برگرداند. به رغم مخالفت اروپایی ها، اگر آمریکا تحریم هایی را که با برجام لغو شده به تنهایی هم اجرا کند، تأثیر منفی تحریم ها بر ایران بیش از گذشته احساس خواهد شد. واقعیتی که حسن روحانی انکار می کند. روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه. شاید یک پیروزی ایدئولوژیک برای او و حکومت، اما به نظر نمی رسد برای مردم ایران وضع بهتر شود. با اتفاقاتی که در 2 اخیر افتاده، شاید بتوان برجام را نه یک قرارداد صلح بلکه آتش بسی خوان که هر لحظه ممکن است نقض شود. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از راکویل در مریلند آمریکا با ماست. آقای حسامی، مشخصا به چه معناست؟ چطور میشه تفسیر کرد این اقدام رئیس جمهوری آمریکا رو که در ساعت آینده قرار انجام بده؟
این دنباله همون بحثی که قبلا مطرح کردن، یعنی اینکه از مکانیزم ماشه استفاده کنن که در واقع تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونن یا لااقل شورای امنیت رو همراه داشته باشن. خب همونجور که میدونید بحث زیاده، آیا روح و جسم برجام مطرحه یا آیا قانون مطرحه. آمریکا، من فکر کنم آمریکا، یعنی لااقل بگم دولت آقای ترامپ، دست خودش رو ضعیف کرده. یعنی در واقع من فکر نمی کنم اون مسئله انزوا یا منزوی کردن ایران یه جورایی برعکس شده. من فکر می کنم تو 75 سال گذشته، یعنی از تأسیس بدو تأسیس سازمان ملل، تا حالا سابقه نداشته که چین و روسیه همراه با حالا انگلیس و فرانسه توی سازمان ملل بر علیه آمریکا وایسن. حالا آلمان هم اضافه کنید، درست جزء شورای امنیت نیست ولی جزء قرارداد هست. بنابراین این مسئله بیشتر در این مقطع زمانی به انتخابات و قولی که آقای ترامپ داده بودن که این معامله، یعنی برجام، معامله بدی هست و من معامله بهتری رو میتونم انجام بدم. این تحریم ها در واقع خیلی اثر کرده روی مردم ایران و اقتصاد ایران، اما آمریکا مجبور هنوز نتونسته بکنه که ایران پای میز مذاکره بیاد و این مسئله ادامه خواهد داشت. حالا آقای حسابی، بازگرداندن این تحریم های سازمان ملل یک تنه از طرف آمریکا بدون که اروپایی ها همکاری بکنن، چین و روسیه هم که جای خودشون داره، آیا از لحاظ عملی محسوس خواهد بود یا اینکه بیشتر یک به صورت سمبولیکه، نمادین داره اقدامی انجام میده آقای ترامپ؟ کاملا، من فکر کنم جواب خودتون رو دادید. این در این مرحله که شاید ایران بعد از عراق در زمان صدام حسین بزرگترین تحریم های ممکن رو داشته، بنابراین این بیشتر یه چیز نمادین هست که در حقیقت به دنیا یا به در حقیقت اون طرفدارای ترامپ بگن که من جلوی آمریکا جلوی ایران وایساده و نمیذاره به تسلیحات حتی کانونشنال دست پیدا کنه. ولی تأثیر مشخصش روی اقتصاد ایران فکر نمی‌کنم بدتر از این حرفو باشه. ممکنه چند تا کشور یا شرکت‌های دیگه که تا این بیاد اعمال بشن طول داره ادامه اضافه بشن. اما همونجور که می‌دونید چین و روسیه اعلام کردن که اونا نخواهند این در حقیقت از این منبعد رو ادامه بدن با آمریکا، و چون خودشون هم چین هم روسیه هم در مشمول بعضی از تحریم‌های مشخص آمریکا شدن، یک حالت همونجور که خدمتتون گفتم منزوی شدن آمریکا در به خاطر این مکانیزم ماشه خیلی به نظر من نقطه مسئله مهمی در سازمان ملل و روابط بین المللی آمریکا و دیگر کشورها. از اون طرف آقای اسلامی، چقدر همکاری نکردن اروپایی ها بر اساس واقعیت منطبق هست و محسوس خواهد بود نتیجهش، یا اینکه نمادین خواهد بود؟ دلیل که اینو میپرسم اینه که خاطرتون هست دفعات قبل شرکت های اروپایی به خاطر تهدیدهای آمریکا رابطه شون رو با ایران قطع میکردن و معاملات مالی و دیگر تراکنش ها رو انجام نمیدادن و دولت های اروپایی هم میگفتن که اینا شرکت های خصوصی هستن، از دست ما کاری بر نمیاد. بله، چون الان مشخصا راجع به تحریم هایی که منشأش سازمان ملل و شورای امنیت هست صحبت میکنیم، دست اروپایی ها رو خیلی بازتر گذاشته، چون همونجور که میدونید بجز دومینیکن ریپابلیک کسی دیگه با آمریکا همراه نشد. بنابراین از نظر حقوقی حتی خود سازمان ملل هم اعلام کرده که آمریکا به قول خودشون استندینگ نداره، یعنی جای شکایت نداره، چون علنا اعلام کردن از برجام اومدن بیرون. بنابراین دست آمریکا اروپایی ها قوی تر میشه راجع به این مسئله. مضافاً به اینکه این یک تازی یا تک روی و یونیلاترالیزمی که آمریکا در زمان آقای ترامپ در حقیقت بهش متوسل شده ممکن رو به پایان باشه و چشم به انتخابات دارن هم اروپایی‌ها هم ایران هم چین. بنابراین این در راستای به اصطلاح انتخابات هم ممکنه، فقط حتی اگر اعمال هم بشه، حتی اگر بعضی از کشورها یا شرکت‌های خصوصی سعی کنن این رو شروع کنن اعمال کردن، تا بیاد جا بیفته و بره، این زیر 50 روز به اصطلاح انتخابات پیش روی آمریکاست. بنابراین این خودش موزلی میشه برای آقای ترامپ.
به نظر میاد که کاخ سفید میخواد این در واقع این حلقه رو تنگتر کنه. الیوت برامز نماینده وزارت امور خارجه ویژه امور ایران، او گفته که در همین هفته آقای ترامپ میخواد یک فرمانی صادر بکنه که وقتی کمتر از یک ماه دیگه تحریم‌های تسلیحاتی ایران به سر میاد، هر کشوری که با ایران معاملات تسلیحاتی کنه اون کشور مورد تحریم قرار بگیره. اون فهمی کنید که آیا میتونه کارساز باشه در فشار بیشتر بر ایران؟ نه، من فکر نمی‌کنم دیگه فشاری که الان اومده از این همونجوری که خودتون هم اشاره کردید، این بیشتر نمادینه که در حقیقت ما یا دولت آقای ترامپ جلوی ایران و جلوی سازمان ملل وایساده. آقای ترامپ در نطق اولشون، یعنی در حقیقت سوگند مراسم سوگندی که داشتن، گفتن که من از این به بعد سیاست خارجی آمریکا مبنی بر آمریکا اول و فقط آمریکا اول. بنابراین اون در شعار انتخاباتی و شعار در حقیقت ادمنستریشن مهمه، ولی تأثیر زیادی نخواهد داشت. الان شما خودتون گفتید 20 روز یا یک ماه داریم، ببخشید یک ماه داریم از 20 تا 20 به در حقیقت این مکانیزمی که آمریکا میخواد اعمال کنه. خب 54-5 هم به انتخابات مونده، بنابراین این در واقع تأثیر اونچنانی عملی نمیذاره، مگر اینکه آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه که بعد شما مجبورید با اروپایی‌ها و چین و روسیه و سازمان ملل یه مکانیزم دیگه رو، منظورم آقای ترامپ مجبور میشه یه مکانیزم دیگه رو پیش ببره. آرام حسامی، متشکرم از صحبت با ما. امواج دوم و سوم کرونا بسیاری از کشورها را بران داشته تا به رغم مشکلات اقتصادی به طور جدی به بازگرداندن تدابیر سختگیرانه فکر کند. اسرائیل حتی تا آنجا پیش رفته که کشور را بار دیگر در لاک خود فرو برده. دومین تجربه قرنطینه کامل در این کشور. فرانسه با بیش از 13,000 مورد ابتلا رکورد خود در بیشترین تعداد در 24 ساعت را شکست. اینجا شهردار لندن خواهان محدودیت‌های بیشتر شده. لیلا سعادتی نگاهی کرده به آخرین خبرها در جهان کرونا. خیابان‌ها در بیت المقدس خالی و مغازه‌ها بسته. روزهای سخت برای یهودیان اسرائیل که سال نو خود را آغاز می‌کنند. اولین کشور توسعه یافته جهان که برای بار دوم به قرنطینه می رود به مدت 3 هفته. اسرائیل موج اول را به خوبی مدیریت کرد، اما منتقدان می گویند محدودیت ها خیلی زود لغو شد. حالا هر روز هزاران نفر مبتلا می شوند. دولت مجوز استفاده از 2 بیمارستان صحرایی را صادر کرده. فرانسه هم رکورد شکسته، بیش از 13,000 مبتلا به کووید 19 در یک شبانه روز، از جمله حدود 5,000 نفر دانش آموز. برای همین چند مدرسه و مؤسسه آموزشی تعطیل شده. اینجا در لندن، صادق خان شهردار خبر لغو مراسم جشن و آتش بازی به مناسبت سال نو میلادی را داد. نخست وزیر بریتانیا هم قرار است در 1-2 روز آینده پرده از بازگشت بعضی محدودیت‌ها بردارد. در حالی بعضی کشورها شاهد موج دوم کرونا هستند، آندور که وزارت بهداشت ایران میگوید این کشور عملاً یک سونامی را تجربه می‌کند. ایران که برای ماه‌ها بیشتر مناطقش یا قرمز بوده یا زرد، حالا دارد یک دست قرمز و خطرناک می‌شود. مورد موج سوم و چهارم یا رنگ‌بندی‌های مختلف، همونطور که وزیر محترم اشاره فرمودن، دیگه ما رنگ قرمز و نارنجی و زرد و سبز و اینا نداریم. کل کشور رو قرمز و در حال هشدار تلقی می‌کنیم. سازمان بهداشت جهانی از کمبود موارد تست کرونا در بعضی کشورها نگران است. بهار سختی رو پشت سر گذاشتیم و همچنان هم ادامه داره. موارد ابتلا در اروپا دوباره اوج گرفته. درسته که در بعضی از مناطق مثل آفریقا ما با رشد شیوع مواجه نیستیم، اما این نگرانی ما رو رفع نمی‌کنه، چون در این مناطق تست فراگیر انجام نشده و نگرانی ما در حال حاضر اینه که بسیاری از کشورها به اندازه کافی به تست کرونا دسترسی ندارن. چیزی که ایران نتوانست آن را در مورد شهروندانش اجرایی کند. پاییز از راه رسیده، فصل سرماخوردگی و آنفولانزا و حالا کووید 19. تا کنون بیش از 30 میلیون نفر مبتلا شدند
و نزدیک به 1,000,000 هم جان باختند. لیلا سعادتی، ایران اینترنشنال. رئیس جمهوری آمریکا وقت تلف نکرد و جمهوری خواهان که در سنا اکثریت دارند خواسته به سرعت به نامزد او برای کرسی خالی دیوان عالی رأی بدهند. کرسی که متعلق به روت بیدر گینزبرگ بود تا اینکه دیروز درگذشت. یکی از سرشناس‌ترین قضات که شهرتش را مدیون سالها فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در حمایت از حقوق زنان و جریان‌های لیبرال در آمریکا بود، تا اینکه 17 سال پیش بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت او را بر یکی از 9 کرسی دیوان عالی نشاند. نهادی پرقدرت که عملاً به زمین دوئل دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تبدیل شده، چون هر دو تلاش کردند و می‌کنند اکثریت را به سمت قضات لیبرال یا محافظه‌کار سوق دهند. از حمدی رفایی، وکیل حقوق مدنی در نیوجرسی آمریکا، در مورد قاضی گینزبرگ و پیامدهای درگذشت او در آستانه انتخابات آمریکا پرسیدیم. میراث روس گینزبرگ اینه که او یک مخالف بود. او در دادگاه یک فعال بود. واقعیت اینه که اگر قراره به خاطر چیزی در یادها بمونه، اون چیز مبارزه برای تحقق حقوق مدنی و فعالیت در راستای خاتمه تبعیض علیه زنان و حتی مردانه. او اعتبارش رو از طریق مبارزه علیه تبعیض و قبول کردن پرونده کسانی کسب کرد که برای حقوق برابر مبارزه می کردند. گینزبرگ به ندرت در طرف اکثریت دادگاه بود. او در دادگاه یک فعال بود. اگر اکثریت به سمت محافظه‌کاری می‌رفت، او یک لیبرال می‌شد و عقیده مخالف داشت. میراث او تغییر قانونه. او بدنه قانون رو از طریق مخالفت کردن عوض می‌کرد. من فکر می‌کنم آمریکا سر یک دوراهی قرار داره. آیا ما می‌خواهیم در یک پروسه سیاسی حکم قانون را نقض کنیم تا یک قاضی در دیوان عالی منصوب کنیم؟ ما قوانین را می‌دانیم. قانون اینه که وقتی اینقدر زمان کمی به انتخابات مانده، رئیس جمهور نامزدی برای پست قاضی دیوان عالی معرفی نمی‌کنه و نباید رأی‌گیری انجام بشه. ما این رو در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری اوباما، زمانی که میچ مک‌کانل حتی از مطرح شدن رأی‌گیری در مورد قاضی مریک در سنا امتناع کرد، دیدیم. واقعیت اینه که حالا او تصمیمش رو اعلام کرده و گفته قرار رأی‌گیری بشه. پس ما باید از خودمون بپرسیم آیا می‌خواهیم حاکمیت قانون را با حاکمیت یک فرد عوض کنیم؟ سیاست این قضیه خیلی جالبه. به این دلیل که به نظر میرسه جمهوری‌خواهان می‌خواهند به هر قیمتی شده پیروز شوند. حمدی رفایی بود، وکیل حقوق مدنی در نیوجرسی آمریکا. از واشنگتن هم فرشته پزشک تحلیل روابط بین الملل الان اینجا با ماست. خانم پزشک، خانم گینزبرگ، به نظر میاد که فقط طرفدارانش و هوادارانش یک قاضی رو از دست ندادند، او یک به یک نماد و به یک سمبل تبدیل شده بود. قطعی بیشتر برامون بگید از این. خانم گینزبرگ عنوان زنی که توی دیوان عالی ایالات متحده بود و تا سالها تنها زنی بود که در این دیوان قرار داشت، به تنهایی خیلی تلاش کرد که برای بهبود حقوق زن و برابری هم اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و همینطور حقوق زنان تلاش‌های جدی بکنه و شاید بیشتر کارهایی که کرد نه در رأی‌های مثبتی که داشت، بلکه همونطوری که مهمان قبلیتون هم گفتن در مخالفت‌هایی که کرده بود با آرایی که همکاران مردش می‌نوشتن و رأی‌هایی که اونها می‌دادن. کم کم در طول سال‌ها، خصوصا در سال‌های اخیرتر و در سال 2013، با توجه به اون رأی مخالفی که و نظریه مخالفتی که داد برای رأی همکارانش در مورد حقوق حق رأی دادن در سال 2013، بیشتر وارد فرهنگ شد و فقط از مسئله حقوق زنان فاصله گرفت و افراد بیشتری بهش پیوستن و بهش علاقه نشون دادن و در طول سالها این بیشتر تشدید شد، همونطور که خب سنش بالاتر بود و نگران این بودن که چطور قرار جایگزین بشه. در سال 2014 خیلی اصرار بود که بازنشسته کنه خودش رو تا آقای اوباما بتونه یک قاضی جوانتری رو بشونه در دیوان عالی، ولی نگران بود که به دلیل
دلیل اینکه انتخابات میان دوره‌ای اون سال در جریان بود، نتونه آقای اوباما کسی رو به جای خانم گینزبرگ بذاره که خودش راضی باشه از این انتخاب، که در نهایت هم می‌بینیم که وقتی که یک کرسی خالی شد در دیوان، پیشبینی خانم گینزبرگ درست بود. جمهوری‌خواها نذاشتن که آقای اوباما قاضی که می‌خواد رو به دیوان بفرسته. بنابراین تقدیر جوری رقم خورد که خانم هیلاری کلینتون هم باخت و الان در شب انتخابات خانم گینزبرگ از دنیا رفته و یک جنگ سیاسی جدید در امریکا شروع شده. حالا می‌دونیم که همین چند روز پیش خانم بیدا گینزبرگ در بستر بیماری به نوش گفته بود که آخرین آرزوش این هست که تا رئیس جمهوری آینده آمریکا جانشین او رو تعیین کنه. به نظر میاد که آقای ترامپ داره سعیش میکنه که این آرزو برآورده نشه الان. هم آقای ترامپ هم آقای میچ مکانل اعلام کردن که به سرعت سعی میکنن که این کرسی رو پر بکنن، نامزدش رو معرفی خواهند کرد و انتظار همیشه داشت که این کار رو خواهند کرد. یه پیچیدگی های خواهد داشت، یعنی از نظر قانونی دموکرات ها خیلی کاری ممکنه نتونن بکنن، ولی با توجه به اینکه سنا الان در این انتخابات بسیار مهم هست و چند رأی بیشتر نمیتونن از دست بدن جمهوری خواها، باید دید که این فشار افکار عمومی آیا ممکنه باعث بشه که کسانی که الان برای مثال خانم کالینز که در مین تحت فشار هست و احتمالاً کرسیش رو در سنا از دست میدن، الان آقای لینزی گرام در کارولینای جنوبی به طور غیر منتظره اون رقابت نزدیک شده و با توجه به اینکه موضع گیری داشته در مورد این مسئله در سال 2016 اون رو باید ببینیم. یکی دو تا سناتور دیگه هستن که تحت فشار هستن، اینها ممکنه تعیین کننده باشه، ولی در مجموع اگر که بتونن جمهوری خواه حاکمان که در 4 سال گذشته در تمام کارهایی که آقای ترامپ کرده و انتظار میرفته که در مقابلش بیستن چون نرم ها رو میشکسته، در کنارش ایستادن، این بار هم من مطمئن نیستم که خیلی زیاد باشه. میتونن به هر حال دو رأی اگر که نداشته باشن مشکلی نیست، چون رأی نهایی رو آقای پنس میتونه بده با من کسی که رأی رو میشکنه و به 51 میرسونه و دموکرات ها چاره زیادی ممکنه نداشته باشن، ولی تنها چیزی که ممکنه تاثیرگذار بشه احتمالاً همین مسئله انتخابات سنا هست، چون نظرسنجی ها از طرف دیگه نشون میده که چه در سطح ملی و چه در این چند ایالتی که تعیین کننده هستن، اغلب رای دهندگان میخوان که آقای بایدن قاضی بعدی رو برای دیوان عالی انتخاب بکنه. بنابراین باید دید که آیا در سنا جمهوری خواه ها میتونن رأیشون رو یکسان و پشت آقای ترامپ نگه دارن، یا اینکه فشار افکار عمومی و ترس از دست دادن کرسی هاشون ممکنه باعث بشه که این بار کنار آقای ترامپ نیستن. الان آقای ترامپ در نظرخواهی ها عقب هست از آقای جو بایدن، به همین دلیل به شدت محتاج آرای مذهبی در آمریکا و به خصوص مسیحان انجیلی هست که اونا معمولا به او رأی میدن، ولی شاید بخواد تشویق کنه که تعداد بیشتری به پای صندوق رأی بیان، و به همین دلیل چقدر احتمال میدید که کسی رو که نامزد نهایی او در سنا برای این کرسی خالی دیوان عالی یکی از محافظه‌کاران خیلی تندرو باشه؟ یکم مرددم، به دلیل اینکه همونطور که خودتون هم اشاره کردین بیس آقای ترامپ بهش رأی میدن، ولی مشکل اینجاست که همونطور که در سال 2018 دیدیم در انتخابات میان دوره‌ای وقتی آقای کاونا رو به دادگاه به دیوان عالی فرستاد، رأی سال 2018 جوری شد که خب در کنگره به شدت شکست خوردن جمهوری خواه ها و خب زنان با فاصله گریختن از حزب جمهوری خواه. این مسئله ممکنه باعث بشه که درسته که محافظه کارها ترغیب میشن که با آقای ترامپ رأی بدن، ولی خصوصا زنان، زنانی که در سابرها زندگی میکنن که از رأی دهندگانی بودن که خیلی وقتا با آقای حزب جمهوری خواه رأی میدادن، بیشتر و بیشتر فاصله بگیرن و به حزب دموکرات رأی بدن. بنابراین هم احتمال میشه که مشارکت، آمار مشارکت بره بالا در انتخابات، و همین که گروه هایی که شاید قبلا مردد بودن که میخوان واقعا ترامپ رای بدن به خاطر دلایل دیگه، مطمئن تر بشن که واقعا بایدن رای بدن. از طرف دیگه ولی نکته ای که برای آقای ترامپ میتونه داشته باشه و نیازی نداره که محافظه کارترین قاضی رو این بار به دادگاه بفرسته، این هستش که برای آقای ترامپ مهمترین موضوع این بود که مسئله انتخابات از مسئله مدیریت پاندمی و مدیریت کرونا و تبعات اقتصادیش فاصله بگیره و موضوعات دیگه ای واردش بشه، و خب این الان یک موضوعی هست که
حداقل اون رو در حاشیه قرار میده و همین فکر میکنم برای مقصود آقای ترامپ کافی باشه. اگر قرار باشه اون یک قاضی بسیار محافظه‌کار رو بخواد بفرسته، ممکنه رأی در سنا هم با مشکل مواجه بشه، چون همه سنا خب یک دست نیست، خودشون هم توی که گفتم الان رقابت‌های جدی دارن. بنابراین من حدس می‌زنم که اگر قرار باشه کسی رو معرفی بکنه خیلی راست افراطی نباشه، ولی اینقدر محافظه‌کار باشه که خب اون چیزی که جمهوری‌خواها سیاستشون بوده در چند دهه گذشته رو بهش دست پیدا بکنن. فرشته پزشک، متشکرم از صحبت با ما. حالا فرصتی داریم به چند خبر کوتاه در دیگر نقاط جهان بپردازیم. ده هزار معترض تایلندی تلاش کردند به قصر بزرگ در بانکوک برسند، بنایی که خانواده سلطنتی در اون زندگی نمی‌کنه اما نماد پادشاهی در کشوره. تظاهر کننده ها سه خواسته دارند: انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات و اصلاحات در قانون اساسی. آنها عمدتاً دولت را هدف قرار دادند اما بعضی هم خواهان کاهش قدرت پادشاه. حسن کاوال ماجراجوی اهل ترکیه به طرق مختلف و از مکانهای متفاوت پاراگلاید انجام داده. این بار وقتش بود تا روی تخت دراز بکشه و از ارتفاع 800 متری یاسی تپه در آلانیا به سمت ساحل کلئوپاترا پرواز کنه. با اینکه در طول پرواز بیدار بود اما کنارش هم ساعتی را کوک کرده بود تا بیدار به زمین برسه. تجمع ده‌ها راهنمای گردشگری کنار کلیسای نوتردام پاریس. آنها خواهان کمک‌های مالی دولت هستند. کرونا میلیون‌ها گردشگر را از فرانسه دور نگه داشته و فعالان در صنعت توریسم و از جمله این راهنماها درآمدشان عملاً به صفر رسیده. فرانسه ده‌ها میلیارد یورو صرف کمک‌های اقتصادی به مردم و کسب و کار کرده اما موج دوم کرونا نیاز به این کمک‌ها را بیشتر کرده. بخشی از شهر مادرید از دوشنبه به قرنطینه فرو میره. منطقه وایکاست شاهد افزایش چشمگیر موارد ابتلا به کووید 19 بوده. از مناطق محرومتر و عمدتاً مهاجرنشین پایتخت اسپانیا، کشوری که در موج اول بیش از 30,000 نفر از شهروندانش رو از دست داد. رئیس جمهوری گواتمالا اعلام کرد به کووید 19 مبتلا شده، درست در روزی که کشورش پس از 6 ماه مرزها را به روی پروازهای خارجی باز کرده. آلخاندرو جیاماتی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت حالش خوب است اما مشخص بود که دچار تنگی نفس شده. مراسم تشییع جنازه یک مامور آتش نشانی در جنوب کالیفرنیا. این ایالت آمریکا صحنه آتش سوزی های گسترده و مخربی بوده. دست کم 25 نفر جانشان را از دست دادند. یک آتش سوزی در شمال شرق لس آنجلس مهار نشده و به سمت مناطق مسکونی در حرکت. 17,000 آتش نشان ماموریت مهار این آتش سوزی ها را داشتند. وضعیت زندگی در لبنان به قدری سخت شده که حالا در میان سرنشینان کشتی‌های پناهجوی راهی سواحل اروپا هم میتوان لبنانی دید. کشور از لحاظ سیاسی مدت هاست از هم فرو پاشیده، از لحاظ اقتصادی در لبه پرتگاه قرار گرفته. آمریکا همچنان افراد و گروه‌های نزدیک به حزب الله رو در فهرست تحریم‌ها قرار میده. طرح فرانسه هم هنوز به جایی نرسیده. می فرهاد از بیروت گزارش میده. لبنان اکنون میان دو گزینه کنارگیری نخست وزیر جدید از تشکیل دولت و ادامه تلاش‌ها برای ظهور یک دولت نجات ملی قرار گرفته است. در حالی که فرانسه با تمام توان به دنبال به نتیجه رساندن طرح خود در لبنان است، آمریکا نیز از تحریم دو شرکت مرتبط با حزب الله و یک شهروند لبنانی خبر داد. ما
محمد نمر، نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنانی، درباره پیامدهای تحریم‌ها می‌گوید: یعنی الامریکی یقول للفرنسی، آمریکایی ها به فرانسوی ها میگن ما مستقیما مانع طرح شما نمیشیم، اما در عوض مسیر سیاسی خودمون رو در لبنان به ویژه در برابر حزب الله ادامه میدیم. سوال اصلی اینه که اگر ابتکار عمل فرانسه به نتیجه نرسه، پاریس چگونه با همپیمانان حزب الله که مانع موفقیت طرح شدن از جمله میشل اون و جبران باسیل برخورد خواهد کرد، به ویژه اینکه بیشتر حسابهای بانکی اونها در اروپا نه آمریکا. در حالی که اعمال تحریم‌های آمریکا علیه حامیان حزب الله روز به روز نزدیک‌تر می‌شود، اظهارات جدید جبران باسیل، داماد رئیس جمهور، و نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان، درباره خروج نیروهای این حزب از سوریه سوالاتی را برانگیخته است. تصریح یعنی سوء الشیخ نعیم قاسم. این اظهارات همچون بمب صوتی در علم نظامیه. تنها به درد تبلیغات می‌خوره. حزب الله پیش از بحران سوریه در این کشور حضور داشت، چرا که سوریه گذرگاه اموال و سلاح ایران به حزب الله. با همه این اوضاع، روند تشکیل دولت لبنان همچون روند بورس به سرعت قابل تغییر است. تبادل پیام‌ها میان گروه‌های سیاسی بدون وقفه ادامه دارد. سوال این است که آیا گروه‌های سیاسی مشکل اصلی در سر راه تشکیل دولت، یعنی پافشاری حزب الله برای در اختیار گرفتن وزارت دارایی را، حل خواهند کرد؟ حزب الله لدی حسابات خاصه، حسابات حزب الله حساب و کتاب‌های خاص خودشو داره. محاسباتی که اولویت در اونها کشور لبنان نیست، بلکه ایرانه. این حزب سرنوشت لبنان را در گروه شرایط و سیاست‌های ایران قرار داده و تلاش می‌کنه موانعی را بر سر راه تشکیل دولت قرار بده. به شکل کلی ایران می‌خواد طرح فرانسه برای لبنان را در مقابل تحریم‌های آمریکا قرار بده. تنها کسی که هزینه‌شو خواهد پرداخت لبنانه. در برابر سیاستمداران لبنان تنها دو گزینه قرار دارد: یا فروپاشی و هرج و مرج، یا انتخاب مسیر اصلاحات و نجات. اما شهروند لبنانی در برابر این دو گزینه تنها تماشاگر است. رهایی تنها در دست حاکم واقعی این کشور است. می فرحت، ایران انترنشنال، بیروت. خبرها از افغانستان حاکی است که ارتش مواضع طالبان در ولایت قندوز در شمال را هدف قرار داده و شماری از شبه نظامیان و همچنین مردم کشته شدند. قندوز جایی است که آخرین بار طالبان موفق شده بودند برای چند روز کنترل اون رو به دست بگیرند. در همین حال مذاکرات صلح بین طالبان و دولت در دوحه قطر جریان داره، جایی که خبرنگار ما نرگس هورخش الان به ما پیوسته. نرگس، اول برامون بیشتر بگو از آنچه که درباره قندوز الان می‌دونیم. خب در پی حمله هوایی که نیروهای ارتش افغانستان انجام دادن در ولسوالی خان‌آباد قندوز در استان یا ولایتی که از دو سه سال به این طرف گواه جنگ و درگیری است، این ولایت در پس از او در سالهای تا پیش از 2014 یک ولایت تقریبا امن بود که کمتر در او رویدادهای امنیتی اتفاق می‌افتاد، اما پس از 2015 دوبار به دست گروه طالبان سقوط کرد و تا حالا هم درگیری‌ها روز به روز بیشتر میشه، گاهی زیاد گاهی کم. و در آخرین مورد که گفتگوها در دوحه جریان داره و انتظار میره که حمله‌های دو طرف در میدان جنگ کمتر شده باشه، این نخستین حمله بزرگ دولت افغانستان است که در همین جریان اتفاق افتاده. آمارهایی که تا حالا به دست ما رسیده، البته آمارهایی که دولت افغانستان میدن 20 کشته و 15 زخمی هست، اما طالبان گفتن که این رقم بیشتر است و اغلب جانباختگان هم افراد ملکی هستند. دولت افغانستان میگه که اونها
بررسی ها را آغاز کردن در مورد اینکه آیا افراد ملکی در این رویداد جان باختن یا نه، اما تاکید دولت باز هم به این است که در منطقه ای که هدف قرار داده شده از سوی ارتش افغانستان مکانی بوده که اونجا طالبان فعالیت گسترده داشتن، به ویژه فرماندهان این گروه در این منطقه حضور فعال داشتن و هدف نیروهای ارتش قرار گرفتن. و الان نگس واکنشی از طرف نمایندگان طالبان اونجا در دوحه داشتیم به این ماجرا؟ خب دولت افغان طالبان و دولت افغانستان در دوحه بارها موضع‌های نسبت به جنگی که در میدان نبرد در افغانستان در کابل و دیگر ولایت‌ها جریان داشتن. طالبان بارها گفتن که اونها جنگ را کاهش دادن و اونها هم به نحوی انتظار دارن که دولت افغانستان هم حمله هایشان را در همین وضعیتی که حالا به یک مرحله حساس دو طرف رسیده و گفتگوها هستن، باید که اونا هم حمله ها را کاهش بدن در برابر طالبان. بله، گروه طالبان در این مورد واکنش نشان داده و گفته که این حمله نباید اتفاق می افتاد در وضعیت کنونی و این یعنی که دولت افغانستان نیت خوبی در قبال گفتگوهای صلح نداره. و همونطوری که پیشتر گفتم، اونها گفتن که افراد ملکی در اینجا مورد هدف قرار گرفتن و این یعنی که دولت افغانستان در کشتار افراد ملکی نقش دارد. نرگس، دیشب مصاحبه ازت پخش کردیم با یکی از مقام های طالبان و مشخص بود که در طول این مصاحبه نماینده طالبان تمام تلاشش میکنه تا به صورت شما نگاه نکنه. قدری بیشتر بر اون بگو، اونجا از اینکه زنان افغان اونجا هستن، نمایندگان طالبان اونجا هستن، در حواشی چه میگذره؟ آیا برخوردهای به وجود میاد؟ روابط چطور داره جلو میره؟ یک رویداد تاریخی اتفاق افتاد، به ویژه در روز نخستی که دو تا تیم دولت افغانستان و گروهی از خبرنگارانی که از کابل به دوحه آمده بودند که در میانشان سه تا خبرنگار حضور داشت، از جمله من و دو تا از خبرنگاران زن دیگر. چیزی که برای من جالب بود این بود که زنان خبرنگار با شهامت و با قدرت تمام مقابل گروه طالبان ایستادن، از اونها سوالهای بسیار محکم در مورد خشونتهایی که اونها در سالهای گذشته در افغانستان انجام دادن و به ویژه در مورد حق زنهای افغانستان سوال کردن. اما آنچه که برای من در این مدت جالب بود این بود که بسیاری از وقتها وقتی که ما از نمایندگان طالبان سوال میپرسیدیم، اونها به نحوی میخواستن ما را اصلا ندیده بگیرن. در بسیاری مورد وقتی که خبرنگاران مرد و زن کنار هم بودن و سوال میپرسیدن، اونها بیشتر تلاش میکردن که خبرنگاران مرد را پاسخ بدن تا خبرنگاران زن. همچنین ما در این روزها نشست های خصوصی که بیرون از مصاحبه های رسمی هستن با افراد زیادی از گروه طالبان داشتیم. همونطوری که در مصاحبه من مشاهده میشد، هیچ کدامی از تیم گروه طالبان خیلی علاقمندی نداره که طرف بشه با یک خبرنگار زن و یا با یک زنی که بالاخره نماینده مردم افغانستان هست و ویژه نماینده زنان افغانستان. و بیشتر وقت حتی من در یک صحبتی که با یکی از ارشدترین مقام های طالبان داشتم، اونها هنگامی که با من صحبت میکردن تذویرشان را در میدادن و به نحوی یک چیز زیر زبانشان زمزمه میکردن، شبیه این که از خدا مغفرت بخواین برای اینکه با من در مورد صحبت میکنن. و اینها هم برای من نگرانی و برای بسیاری از زنان دیگه هم نگرانی به بار میاره و هم اینکه ایره مشخص میسازه که طالبان به احتمال زیاد در حال حاضر تا کنون با زنان افغانستان تصمیم آشتی ندارن و بسیاری از زنان هم باورشان هست که اگر طالبان با زنان افغان آشتی پذیر نباشن، صلحی که دولت افغانستان با طالبان انجام میده او صلح واقعی نخواهد بود و افغانستان را به مسیر درستی نمیبره. متشکرم ازت نرگس. نرگس هورش در دوحه قطر.
کوههای پامیر از مرتفع ترین و همچنین صعب العبورترین نقاط جهان است. بخش تاجیکستان آن از جاذبه های گردشگری است و توریست های غربی هزاران دلار برای سفر به آنجا می پردازند. دلارهایی که در زندگی بسیاری از مردم منطقه تأثیر چندانی نگذاشته. برای تهیه اولین از سری گزارش‌های این هفته از تاجیکستان، خبرنگارمان آناهیتا دادخدا 11 ساعت پیاده رفت. 11 ساعت پیاده از روستا با این راه‌های خطرناکی پر از سنگ ما را به دریاچه سرز می‌برد. تنها راه بلد این راه را می‌داند. و این آبی که میبینید از اینجا رودی که میگذرد از کلی سرز میفراید و این میرود پس با رودی پنج یک میشود و به دریای ارال میریزد. درخششی آب زیر نوری آفتاب. 109 سال پیش با زمین لرزه کوهی پامیر فرو ریخت و راه رودی مرغاب بسته شد. این پاره کوهی فرو ریخته سدی اوسای نام گرفت. سدی با بلندی 567 متر، بلندترین سدی طبیعی یا ساخته دست بشر در دنیا. درازی این دریاچه سرز تقریبا 60 کیلومتر است. اما این زیبایی خفته اگر بیدار شود میتواند خطرناک باشد. یک زمین لرزه شدید دیگر موجب خرابی این سد میشود و بخشی از آسیای میانه و افغانستان را آب خواهد برد. 5 سال پیش خارجی ها اجازت نداشتند از اینجا بازدید کنند. امروز که هم خارجی ها اجازت دارند و اینجا بیایند باید مسیر سخت را طی کنند. مسیری که 24 کیلومتری آن پیاده است. و مردمی که در آنجا زندگی میکنند همیشه در خطر هستند. روستای برچی دیو یکی از این روستاهاست. زندگی در اینجا بسیار سخت است، اما مردم همچنان در اینجا میخواهند بمانند. زمستان است، بس که در جای ما چست نور آفتاب نیست، کم میشد، نورش کم میشود، استفاده برده نمیشد، فقط تا ماه اکتبر، از اول بار، اما روزای آفتابی باشد، فقط استفاده برده ممکن است. اسباب است که برای استفاده برده میشود، با نور آفتاب کار میکند البته، نور آفتاب رو جمع میکند و برای پخت و پز، برای جوشاندن آب، برای پختن خوراک استفاده برده میشود با فقط با نور آفتاب. البته آفتاب اگر باشد همه کار همین پخت و پز با اجرا کرده ممکن است. زیبایی و خطر در اینجا موجب جلب گردشگر می شود. گردشگری یکی از راه‌های درآمد برای مردم اینجاست و این مردم امیدوارند زمین لرزه دیگر آنها را از خانه و کاشانه خود بیرون نکند. آناهیتا دادخدا، ایران اینترنشنال، تاجیکستان. اسفندیار آدین روزنامه‌نگار اینجا در استودیو با من هست. اسفندیار، چرا این دلارهایی که اونجا غربی‌ها دارن خرج می‌کنند زیاد در زندگی مردم تأثیر نمی‌گذاره؟ خب مسائل مختلف هست که اونجا وجود دارد. یکیش برمیگردد به زیربناهای گردشگری که اونجا هست و هنوز به طوری بایسته پیشرفت نکرده، بهبود نیافته. یکیش برمیگردد به مدیریت این دولت و سیاست‌های دولت که هنوز به طوری که بایسته باشد گردشگران را جلب نکرده. و جنبه های دیگر هم هست، جنبه های اجتماعی. البته بسیار از مردم اونجا امکانات کاری ندارن و برای این حتی زیربناهای توریستی هم شما کارگر نیاز دارن که بیشتری کارگرهای تاجیکستان میرن مهاجرت روسیه. البته امکانات زیاد است، خیلی ظرفیت هاش زیاد است، ولی از ظرفیت ها به طور کامل استفاده نشده. اونجا فساد هم هست البته. بسیاری از بعدن یکی از نقاط اصلی تاجیکستان، نقاط گردشگری اصلی تاجیکستان همین بدخشان است، یعنی کوههای پامیر. این یکی از بلندترین و مرتفعترین جاهای جهان است و بسیار کسا تاجیکستان به خاطر این کوه ها میشناسند و میرن که اون کوههای پامیر برن. ولی البته شما تصور کنید که بیشتری گردشگرها در جهان نمیروند کوها، بیشتر اونا ساحل دریا میرن، یک جاهای دیگه میرن. ولی یک تعدادی هستن که اونا علاقه دارند کوهستان برن یا جاهای تاریخی برن که اینا شمارشان اندک است. ولی در تاجیکستان
سیاست هم خیلی نقش داره در جلب کردن توانستنی توریسم. مثلا ببینید ما در گرد و اطرافمون خیلی کشورهای زیاد داریم، مثلا ازبکستان 30 میلیون بیشتر جمعیت دارد، افغانستان هم همینطور، ایران خیلی، چین که همسایه شرقی ما 1 میلیارد جمعیت دارد، پاکستان اینا. اما دولت تاجیکستان شرایط فراهم ناورده که از این کشورها توریستی بیشتر جلب کنند. مثلا ویزا را تسهیل کردن برای بیشتر برای مردم اروپایی یا آمریکا. اما توریست ها و گردشگرهای آمریکایی یا اروپایی که میرن اینا خیلی کمند. و بعدا اونا قبل از اون که برن نگاه میکنن کشور چگونه کشور است، وقتی میبینن که یک کشوری خودکام است اونجا کمتر میرن. البته چرا ولی میخواد از کشورهای همسایه کمتر برن یا حداقل تشویق نمیکنه؟ بله، اینجا هم مشکلی سیاست هست، هم نگرانی های امنیتی هست. مثلا هنوز بعضی برخورد در اون سیستم دولتی تاجیکستان، نگاهشان نگاهی به نظر من نگاهی شوروی زده است هنوزم. مثلا هنوز هم مثل دوران شوروی به افغانستان یا به ایران به عنوان یک نوع تهدید نگاه میکنن یا به کشورهای دیگر. وقتی اما چنین رویشی کار فکر میکنم درست نیست. ما بیشتر از اون که به کشورهای دوردست ارتباط داشته باشیم باید با این کشورها ارتباط داشته باشیم و ویزا را تسهیل کنیم، لااقل برای جوانها خیلی میتونن، بیشتر اینا ماجراجو هستن، میرن کوهستان یا این جاهایی که تاجیکستان امکانات توریسم دارد. البته و از این کشورها که خیلی جمعیتشان زیاد است و جمعیت جوانشان خیلی زیاد است، چی در ایران، ازبکستان، افغانستان یا کشورهای دیگر منطقه، اینا هم این جوانها رو میشه جلب کرد و برای اینا باید زیربناهای توریستی ارزان‌تر، چون جوانها خیلی هنوز ثروتمند نیستند، اما جوان یعنی امکانات مالیشون کمتر هست، کمتر هستش، ولی برای اونها هم باید مهمانخانه و مهمانسرا و یا امکاناتی که ارزان‌تر باشد باید فراهم کرد. اما در تاجیکستان چیکار کردن؟ در تاجیکستان مثلا در 10-20 سال اخیر 3-4 تا هتل های 5 ستاره ای ساختن که اونها بیشترش وقتی ما اونجا بودم خالی بود. از ایران کسی میره؟ از ایران بیشتر میرن، البته در یک سال اخیر خیلی کمتر شده. البته حالا که امسال که کرونا آمد از همه جای کشورها، از همه کشورها کمتر میرن مردم، ولی در سالهای اخیر، در 10 سال اخیر ایرانی ها توجهشان بیشتر شد، هرچند که دولتی تاجیکستان با دولتی ایران اختلاف داره و یک محدودیت های هم برای دریافت ویزا برای ایرانی ها هست. از کرونا اشاره کردی، الان وضعیت کرونا در تاجیکستان چطوره؟ کرونا یک مشکل جدی در تاجیکستان در روزهای اخیر، در هفته های اخیر باز شمارش بیشتر شده و بسیاری از حتی پزشکا دارن میمیرند. همین دو هفته اخیر چند پزشک نام بردن که اونا از کرونا درد داشتن، اما دولت نمیگه که اینا از کرونا مردن، بیشتر میگن از یک از این بیماری التهاب شش یا سینه پهلو اینا در گذشتن. صحیح. ولی هنوز چی هست؟ یعنی نگرانی ها هست و دوباره بیشتر شده شماره این گرفتاران کرونا. متشکرم از اسفندیار، اسفندیار عادل روزنامه. متشکرم از شما. جشنواره بین‌المللی فیلم تورانتو به مانند همه مراسم عصر کرونا با رنگ و بوی متفاوت برگزار شد. نه از ستاره‌ها و دست‌اندرکاران صنعت فیلم خبری بود و نه از شب نشینی‌های پس از نمایش فیلم. مهسا مرتضوی نگاهی کرده به جشنواره امسال. جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو امسال 45مین دوره خود را در شرایطی به پایان می‌رساند که کانادا همچنان با پاندمی کرونا دست به گریبان است. این جشنواره که سالانه پذیرای صدها فیلم از سراسر جهان است، یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم در دنیا است. اما امسال به دلیل شرایط کووید 19 فقط 50 فیلم بلند و 5 سری فیلم کوتاه به صورت حضوری و آنلاین به نمایش درآمدند. همچنین مصاحبه‌ها و گفتمان‌های سینمایی در این جشنواره به صورت آنلاین برگزار شد. با این حال از بین صدها فیلم ارسالی، 2 فیلم ایرانی برای حضور در تیف انتخاب شدند. خط فرضی فرنوش صمدی که به عنوان اولین تجربه کارگردانی او با اقبال خوبی مواجه شد. بندربند هم یک فیلم با شرایط ویژه است که در سیل در جنوب ایران فیلم برداری شده.
منیژه حکمت در مصاحبه ای با تیف از دشواری ها و تجربه های متفاوت این فیلم میگوید. شرایط سختی که لحاظ فیلم برداری داشتیم، به هر حال عکسای پرسنا هست، تا اینجاها تو آب و فاضلاب فرو میرفتیم و خطری که پیش رومون بود برای گرفتن پلان هایی که داشتیم، ولی خب فقط اون گروه، اون همدلی و اون همدلی مردم و اون آوارگی مردم و اون بحران، همه اینا هم کمک کننده بود، هم یه جاهای بازدارنده بود، ولی چاره ای نبود. تیف با ایجاد درآمد 200 میلیون دلاری در سال برای شهر تورنتو، امسال حتی نزدیک به درآمد سالهای قبل هم نیست. اما هدف امسال بیشتر ایجاد تجربه‌ای به یادماندنی و متفاوت از این فستیوال تابستانه است. با اینکه هنوز سینماهای اصلی لایت باکس به اکران فیلم‌ها در 4 سالن ادامه می‌دهند، برگزار کنندگان با بهره برداری از روش‌های خلاقانه‌ای از جمله اکران آنلاین و اکران در فضای باز، هواداران صنعت فیلم را با رعایت نکات ایمنی دعوت به همراهی کردند. سایت تیف اعلام کرده هیچ توقفی برای هنر داستانگویی وجود ندارد. به سمت سینمای روباز RBC دارم میرم. توی مرکز شهر تورنتو واقع شده، در منطقه توریستی تورنتو هستش. گنجایش 190 تا ماشین رو داره و امشب آخرین اکران حضوری فیلم‌های جشنواره تیف 2020 هستش و فردا که آخرین روز جشنواره است، فقط اکران آنلاین رو خواهیم داشت. جشنواره تیف یک جشنواره غیر رقابتی است و به همین دلیل هیئت داوران ندارد. اما بهترین فیلم از نظر تماشاگران در پایان فستیوال انتخاب خواهد شد. با وجود غیر رقابتی بودن، اهمیت این جشنواره در این است که معمولاً فیلم‌های منتخب این جشنواره با اقبال خوبی در جوایز اسکار روبرو می‌شوند. به همین دلیل است که این جشنواره سکوی پرتابی برای اسکار لقب گرفته و حضور در تیف برای فیلمسازان در سراسر دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال. با هم می درخشیم تم امسال جشنواره نور برلین بود برای قدردانی از مردم پایتخت آلمان و انسجام آنها در رویارویی با کرونا. بیش از 100 سازه بر ساختمان‌های معروف و بناهای تاریخی برلین نور تاباندند. با این تصاویر از شما متشکریم که این شنبه با امروز بودید.